آیدا، بهت هشدار میدم که این کارو نکنی. تو با چه رویی هنوزم حرف میزنی محمد؟ آیدا، تو میتونی الان این قضیه رو تمومش کنی. ببین، این بیشرف دیگه چیزی نداره که بخواد تهدیدت کنه. هیچی نداره. من بهت قول میدم. آیدا، آیدا، تیرت به سنگ خورد پسرم. من و آیدا جدا ناپذیریم. این بار این کارتو نادیده میگیرم، اما اگه دفعه بعد تکرارش کنی پشیمونت میکنم. بهتره گورتو گم کنی به نفعته، وگرنه کاری میکنم که تا آخر عمرت پشیمون بشی. آیدا، باید سریع‌تر با هم حرف بزنیم. اونم الان. آیدا، باید سریع‌تر با هم حرف بزنیم. اونم الان. تیومان پیام فرستاده، میخواد حرف بزنی. خب عزیزم، تو چی گفتی؟ هیچی. نمیدونم که چی بگم. چی کار کنم دیمیت؟ کارمون چطور به اینجا رسید؟ من نمیفهمم. من عاشق تیومانم. میدونم عزیزم، میدونم. واقعا تو وضعیت بدی گیر کردم. تیومانم حتما گیر کرده، چون نمیتونه بفهمه که چرا از محمد همون لحظه جدا نشدم. خب میدونی، تیومان حتی مدارکی که محمد با دوز و کلک امضا تو گرفته بود و رو کرد. خودمم واقعا جا خوردم. آخه چرا محمد این کارو کرده؟ من زیادی ساده بودم دیمیت. عشق باعث میشه که آدم ها کارای عجیب و غریب بکنن آیدا. واسه محمد عشق نیست، دیوونگیه. خب اینم درسته. من نمیخوام تیمونو از دست بدم عزیزم. همه چی درست میشه. موهاشو ببین، حسابی به خودت رسیدی. ها نکنه خبرایی خانوم؟ نه نازلی، فقط یکم به خودم رسیدم، همین. خوبه، بهت میاد انشالله، چشم نخوری. خوبه خوبه. روز ملاقات بابام نزدیکه، نمیتونم مرخصی بگیرم.
منو که خودت میدونی قدری خانوم مرخصی نمیده. چرا به من نگاه میکنین؟ خودتون یه کارش بکنین دیگه. ببخشیدا تو خونش نشستی، یه بار تو هم برو احوالشو بگیر. نه نمیشه، من باید برم، دیرم شده. وایستا نازلی، منم دیرم شده. به من چه کم رو؟ بوسه کیفشو جا گذاشته، مدرسش سر راهته، میشه کیفشو ببری؟ نمیشه، به جای آرایش اونو میبردی. من میرم حاضرشم. بی خیال، کیفشو بده، من خودم براش میبرم. ممنونم آبجی فاطمه. کیف بوسه تو اتاقشه، وسایلش هم توشه، فقط کافیه که ببرینش، همین. تا پشیمون نشدم بهتره بری کم رو. خیلی ازتون ممنونم. نگران نباش آیدا، ببین این روزا میگذره. کیه؟ تیومانه؟ آره. خب چی میگه؟ فکر کنم راهی نیست، باید بهش جواب بدی و بفرستی. حتی اگه ممکنه باید همدیگر رو ببینی، اما جایی باشه که محمد نباشه. شرکت هم نمیشه. ممکنه بیرونم شما رو ببینه. آره، باید یه جایی باشه که راحت حرفامونو بزنیم. عزیزم، مگه کلید خونم پیشت نیست؟ خب برین اونجا راحت حرف بزنین دیگه. آره راست میگی، درسته. خیلی ممنون دیمت جان. مهم نیست، خواهش میکنم. عزیزم. اوه عزیز دلم، پس پاشو زودتر آماده شو، منم قهوه ها رو میبرم. صبح خیر داداش. صبح خیر روزن. راستش میخواستم بیام پیشت اما نشد، واقعا معذرت میخوام. بی خیال داداش، مهم نیست. حتما مهمه که با هم تماس گرفتی. خب میشنوم، چی شده؟ خب خواسته های عجیبه سرمایه گذاره. که اینطور؟ واقعا حالا چی میخواد؟ گفتم که عجیبه، واسه همین میخواستم حرف بزنیم. خیلی خب فهمیدم، الان میرم به کارم برسم، ولی بعدن با هم حرف میزنیم. باشه باشه، هر موقع سرت خلوت شد حرف میزنیم. اوزان داداش، من دو تا کارمند دارم، تو 200. خودم یه جوری حلش میکنم. باشه خیلی خب، ولی حرفمو گوش کن. من بهت مشاوره میدم، تو هم پختن چند تا غذا رو بهم یاد بده. جدی میگی؟ این غیر ممکنه، اما تلاشمو میکنم که یادت بدم. بی خیال، بریم یه بریم. وایسا، من گوشیمو جا گذاشتم، تو برو، من میام. باشه. این درست نیست صفیه، الان وقت داروهای مامان بزرگه، اما کمرو خانم پیداش نیست. یه زنگ بزن. آها. وایستا، من میرم، تو زنگ تو بزن. چشم. وای خدایی ها. ها صفیه، زنگ نزن، اومد. برو تو دخترم. نهان خانم، معذرت میخوام. آخه این چه وضعشه؟ وقت داروهای مامان بزرگ رسیده، تو الان تازه رسیدی. نهان خانم معذرت میخوام، لاستیک اتوبوس پنچر شده بود، منم مجبور شدم تا اینجا پیاده بیام، به خاطر همین دیر رسیدم. پس موقع پیاده روی آرایش کردی، درسته؟
باشه، این دفعه عیبی نداره. دفعه بعد زنگ بزن. باشه، خب واقعا من... خب من الان دیگه باید برم. تو اول به ملاحت خانم رسیدگی کن، بعد از اونم به صفیه تو آشپزی کمک کن. باشه؟ باشه نهان خانم. من کمک کنم؟ نه دخترم، برو دیگه. خیلی خوب، من رفتم. من از چیزی خبر ندارم. پس تیومان چطوری اون مدارک رو پیدا کرده؟ من نمیدونم. این حرف دزد بدتر از گناه کریم. اون اومده تو و تو نفهمیدی. این غیر ممکنه. شما مطمئنی؟ با چشمای خودم اون مدارک رو تو دستش دیدم. کپی اون مدارک اینجاست ولی اصلش پیش اونه. جواب بده، چطور ممکنه؟ ازش پول گرفتی نه؟ بگو چقدر داده؟ الکی تهمت نزنی. زر بزن، چقدر گرفتی؟ آقا من اصلا خیانت نمیکنم، ولی بهتون قول میدم که خودم حلش میکنم. حلش کن. در غیر این صورت خیلی بد میبینی. این اشتباه اول و آخرته. بذارش به عهده خودم. بزن به چاک. آدم به درد نخور. یه جوری گریه میکنه انگار چه اتفاقی افتاده. چیزی نیست. کمرو بگو چرا گریه میکنی؟ من حالم خوبه، خوبه هم گریه هم نمی کنم. کمرو کمرو، من واقعا معذرت میخوام. وقتی داروهای ملاحت خانومه. کمرو میدونی ماهات خیلی خوشگل شده، تازه خیلی هم بهت میاد. خیلی ممنون اوزان. تیومان ازت نپرسیدم قهوه چای چیزی میخوای؟ نه نمیخوام، خیلی ممنون. گرسنه نیستی؟ صبر کن. آیدا گرسنه هم نیست. فقط یکم ناراحتم همین. بگیر. اینا اصل همون اسنادیه که محمد ناخواسته ازت امضا گرفته بود. ممنونم. به حساب محمد رسیدم آیدا. بهت گفته بودم هوا تو دارم، یادته؟ آره خوب یادمه. دیدی؟ نتونست کاری بکنه.
من همیشه کنارتم. تیومان واقعا نمیدونم بهت چی بگم. مثلا بگو تیومان تموم شد، میخوام از محمد جدا بشم. میدونم ناراحت میشی، اما ازت یه کمی وقت میخوام. وقت؟ واسه چی به وقت نیاز داری؟ تا همه چی رو درست کنم. تا از محمد جدا بشی؟ من چند ماه ازت وقت میخوام. گفتی چند ماه؟ هیچ معلومه چی داری میگی؟ از جونم میخوای؟ جادوگر، افریته، دیوونه. فاطمه اومدم قدری خانم جون. بفرماین خانم. وضعیت این میزو ببین. میخواستم بعد کارای آشپزخونه جمعش کنم. اینجا رو بل کردی رفتی کارای آشپزخونه رو انجام بدی؟ این چه مدل کار کردنیه؟ ببینین ماشین ظرفشویی پر بود، اونو خالی. بس دیگه، چیزی نگو، اینقدر حرف نزن، اینا رو زودتر جمع کن. چشم خانم جون. ها، پیرنای محمدم رو اتو کنی، فهمیدی؟ میخواستم پرده ها رو بشورم. ای بابا چه پرده ای؟ غذا رو بپز، رو اجاق بذار، بعد اینکه پرده ها تو ماشین انداخته شد اتو کن، بعدش هم تمیزکاری روزانه مرتب کن و همه چی تموم. باشه خانم جون. حتی اگه یکی از این کارا رو نکنی خودم اخراجت میکنم فاطمه. گفته باشم. جادوگر، آیدا من از حرفات هیچی نفهمیدم، چون تو واضح حرفاتو نمیزنی. میدونم، اما بهت که گفتم جلوی محمدو گرفتم، دیگه نمیتونه بهت آسیبی برسونه. خواهشان با هم رو راست باش. چرا از من وقت میخوای؟ نمیتونم بهت بگم. نکنه تو هنوزم به محمد حسی داری؟ نه اصلاً، اینطور نیست. پس به هم بگو چرا ازم وقت میخوای؟ چرا میخوای چند ماه دیگه هم نامزدش باشی؟ ببین دخترم، متاسفانه توموری که تو کبد حمیده خیلی خطرناکه. خیلی ناراحت شدم نهان خانم. از این قضیه فقط من و تو با خبریم عزیزم. قول بده بین خودمون بمونه. آیدا حرف بزن لطفاً، یه چیزی به هم بگو. گفتی به هم اعتماد کن، منم کردم از ته قلبم بدون هیچ شکی. لطفاً تو هم یه بار به من اعتماد کن. باشه، اعتماد میکنم، اما ازت خواهش میکنم یه دلیل منطقی بهم بگو. بگو آیدا، اونطوری چند ماه نه، چند سال منتظرت میمونم. الان نمیتونم بهت بگم. همه یه کارات چرته.
تیومان خواهش میکنم به من یکم وقت بده. توی ذهنم کلی شک درست کردی. لطفاً به من اعتماد. نه نمیخوام بیشتر از این بازیم بدی. معذرت میخوام. تیومان لطفاً تیومان نرو. آیدا، میدونم خیلی ازم ناراحتی، اما اجازه بده توضیح بدم. باید با هم حرف بزنیم. میشنوم جینک. خیلی خوب. آره، ولی دفتر نمیشه. خودتو برسون به پارکینگ مرکز شهر. آره. و به کسی هم چیزی نگو، باشه؟ تنها بیا. خدافظ. حمید، چی کار میکنی؟ عشقا، گرسنه‌ام شده بود. از دست تو حمید، این برات سمه. خانم جون، نگران نباش، خودم سفارش دادم. چرا بزرگش میکنی ها؟ یعنی چی که بزرگش میکنم ها؟ من واسه خودت دارم میگم حمید. ببین، این دستمالو بگیر، دهنت هم پاک کن. اشتباه کردم، معذرت میخوام. حمید، دیگه تکرار نشه ها. اینم سفارش بیرون نیست. کی بهت داده ها؟ اوزان. اوزان. اوزان این چیه؟ چیه مامان؟ ببینم، اینو تو به بابات دادی؟ آره. مگه چیه مامان؟ وای، نکنه تو با این کارات میخوای منو سکته بدی ها؟ بگو. این براش مثل سمه. چقدر بهت هشدار دادم، آخر باز کار خودتو کردی؟ مامان لطفاً یکم آروم باش. من آرومی ندارم. تو بگو این توست برای بابات مناسبه؟ بگو. وای مامان، بابام اومد و به هم گفت عوض توست کردم. خب چی کار میکردم؟ چاره ای نداشتم، منم اینو براش آوردم. گوش نکرد؟ گفت یه بار چیزی نمیشه، منم گولشو خوردم. خوبه؟ باشه، خیلی خوبه. با این یه بارتون باباتونو زیر خاک میکنین و بعدشم زار زار گریه میکنین. مامان خدا نکنه، به خاطر یه توست قاطی نکن، دورت بگردم چیزیش نمیشه. قاطی میکنم، چون که سلامتی بابات برای من خیلی مهمه پسر. این شوخی نیست. باشه، هرچی تو بگی. من معذرت میخوام، دیگه تکرار نمیشه. نشه ها، از این به بعد بیشتر دقت میکنم، قول میدم. نمیخواد قول بدی، عمل کن. زبونم مو در آورد. ای بابا.
بگو محمد، ازم چی میخوای؟ باشه حرف میزنیم، خونه ی دیمت بیا، منم میخوام باهات صحبت کنم. داداش تو خوبی؟ نکنه محمد بازم؟ نه چیزی نیست، موضوع شخصیه، بیخیالش. جنگ، میخواستم به خاطر آوردن اون اسناد ازت تشکر کنم. وظیفه‌ام بود داداش، روز نامزدی تو شرکت دیدمش، همونجا به شک کردم. شکت بی جا نبوده، اون قبل اومدنت کارهای عجیبی میکرد، ولی حالا دیوونه شده، خودش شاهدی که داره چه کارهایی میکنه. اما تو بازم اگه دوباره بهش شک کردی ازت میخوام خودتو تو خطر نندازی، به من باید بگی. نگران نباش، نمیتونه غلطی کنه. احتیاط شرط عقل جینگ، اگه اتفاقی برات بیفته ناراحت میشه، میدونی که. بی خیالش داداش، هرچی که لازم داشتی به هم زنگ بزن رفیق. دمت گرم. درسته که فامیل شماست، ولی چرا دروغ بگم، از اولشم زیاد باحال نمی کردم. من دیگه نمیتونم پسرعمومو بشناسم. جینگ یادت نره، بابامو اوزان نباید هیچ بویی از این قضایی رو ببرن، فهمیدی؟ خیالت راحت داداش. محمد خیلی حواسش به توه، تو برو، بهتره بهت شک نکنه. باشه داداش، من دیگه میرم. باشه برو به سلامت، به خاطر همه چیم ازت ممنون. خواهش میکنم، در خدمتم. داداش یه پیشنهاد عالی دارم. قنچه الان دل و دماغ اینو ندارم که پیشنهاد عالی تو گوش بدم. باشه؟ چرا؟ مگه چی شده؟ مامان حسابی داغ کرده بود. چرا؟ نمیدونم واسه چی قنچه. داداش یا باید بگی یا باید پیشنهاد عالی منو گوش کنی. خب حالا به هم بگو پیشنهاد عالی تو چیه؟ ما تو پیجمون منو هم داریم. آره؟ آره؟ پیشنهادم اینه که تو پیجمون مردم بتونن راجبه منو هم کامنت بدن. یعنی چی که کامنت بدن؟ خب اینطوری میتونن راجع به غذاهای رستوران نظرشونو بگن. تو پیجم شعارتو مینویسیم برای آدمای خاص، غذاهای خاص. چطوره؟ خوشم اومد. آفری. خیلی خوب میشه. باید با هم برنامهشو بریزیم. ها، حتی امروز صبح چند تا عکس خوشگل از کامرو گرفتم، اونم تو پیج پست میکنم. قنچه اونا رو پاک کن. پاک میکنم. شاید. قنچه؟ یلا نشونم بده. حتما بهت نشون میدم. الان گوشیم بالاست. بله زندگی. گفت زندگی؟ ببین حتما اون عاشق شده. عزیز فکر میکنم حتما با عشقش که برات گفته بودم آشتی کرده. زندگی خودشه، به ما چه ها؟ تازش هم سر تو زندگی خودت باشه، فهمیدی قنچه؟ تو چی میگی واسه خودت؟ من تازه به خاطرش خوشحالم شدم، تو چرا یه حفاظت کاملا عوض شد؟ دیوونه شده. سلام آیدا. این دیگه چیه؟ این گلا مال توه. تو با این گلا میخوای کاراتو فراموش کنم؟ آره؟ دعوتم نمی کنی بیام تو؟
آیدا، من اصلا نمیدونم به چی فکر میکنی. نه، نمیفهمی. تو حتی حسم و درست نمیفهمی. تو از من ناراحتی یا؟ از تو نه، از خودم ناراحتم، چون متاسفانه تا حالا تو رو نشناخته بودم محمد. آیدا، من اصلا نمیخواستم اون مدارکو علیه تو استفاده کنم و همچین قصدی هم نداشتم، ولی بدون. چه حرفای قشنگی، تصورشم نمی کردم همچین کاری بکنی. محمد، تو کی همچین آدم بدی شدی؟ تو اسم اینو میذاری بدی، اما نیست. من ترسیدم از دستت بدم، دیگه چاره‌ای برام نذاشتی آیدا. چون چاره‌ای نداشتی این کارو با هم کردی؟ آیدا، میدونم کار من واقعا اشتباه بود، اما میدونم اگه تو منو ببخشی و از نو شروع کنیم میتونیم. نمیبخشم محمد، نمیتونم. از من جدا میشی؟ آره؟ نه. پس یه شانس دیگه. من همچین چیزی نگفتم. من به اجبار این کارو کردم، واسه یه مدت کوتاه مجبوریم نمایش بازی کنیم محمد. حتما اینو جبران میکنم. تو یه روزی منو درک میکنی، مسئول تمام این اتفاقات فقط تیومانه. بسه محمد، هیچ وقت گناه تو کردن کس دیگه این انداز. آیدا، دیگه حرفی برای گفتن ندارم، به کسی هم چیزی نمیگم. اینو بدون، وقتش که رسید باید پاتو پس بکشی. باشه آیدا، ولی به این راحتی ها تسلیم نمیشم. بابا راحت باش پسرم، بشین. فکر میکردم امروز شرکت نمیای. فقط خواستم یه سر بزنم. مامانت مچمو گرفت. خدای من، باز چی کار کردی بابا؟ اون به خاطر خودت میگه بابا جون. میدونم، ولی از رژیم گرفتن خسته شدم، گفتم یه دونه توست بخورم. کاش نمیخوردم. خب مامان تق به جانبه پسرم، امروز جلسه نداشتین؟ آیدا و محمدو نمیبینم. چند دقیقه یه بعد داریم. حتما رستوران رفتن، دوران نامزدیشونه دیگه. خب چی بخوام؟ قهوه یا دمنوش؟ بگو قهوه بیارن. ببینم اینجا چه خبره؟ اینو از اینجا جمعش کن وگرنه لهش میکنم. خون سرد باش نازلی، چی شده ها؟ هی داره دستور میده، دکورم میخواد تغییر بده. اون گفت شمام گوش کردین؟ آره. این دیوونه هست، چی کار میکردم؟ مجبورم خودم رو سرگرم کنم. منتظر بودیم تا تو بیایی. کجا بودی؟ گرامافونو ببر بیرون. من فقط از آقا اوزان دستور میگیرم، باید بدونی چیزی رو بیرون نمیبرم. که این تو؟ این دیگه چی میگه؟ تو برو به کارت برس. آقا کمال چه خبره؟ به سر و وضع اینجا میرسم، میبینی که؟ به سر و وضع اینجا میرسی؟ آره. از کی اجازه گرفتی که این کارو بکنی؟ کی بهت اجازه داد؟ راستش من اجازه لازم ندارم، با تجربه ای که دارم میخوام اینجا رو به جای بهتری تبدیل کنم. اینجا اینطوری هیچ سودی نداره. داداش، به خاطر تو چیزی نمیگم، ولی باشه، مراحت باشه. تو برو به کارت برس، یالا برو آشپزخونه. اوزان، امروز نمیشه اینجا موند، پاشو بریم بیرون.
بریم یه دوری بزنیم. کجا بریم نازلی؟ میدونی کلی کار داریم. من میرم آشپزخونه. باشه. نازلی خانوم، این میزا رو تا جا داره به هم نزدیک کنین. سه چهار تای دیگه جا میشه. آخه چرا خالی گذاشتینش ها؟ ایوال الکی خالیه ها، 50 تا میز دیگه هم اینجا باید کنار هم بذاریم، مردم اینجا غذا بخورن، اصلا تو حلق هم دیگه غذا بخورن. ایده خوبیه، خیلی باهوشی، مشکلی هم پیش نمیاد. وای، من بهتر از ایناشو بلدم، این که چیزی نیست. چطور ملاحت خانم، مگه بلدین بنوازین؟ آره پس چی؟ من تو جوونیام عود مینواختم، اونم خیلی قشنگ. شوهر خدا بیامرزم دوست داشت براش عود بنوازم. که اینطور؟ البته، تو زمانه ما یه زن در کنار خونه داری و آشپزی حتما از موسیقی سر در می آورد. اگه میخوای به تو هم یاد میدم. جدی میگی؟ آره بابا، اینطوری سر خودم هم گرم میشه. باشه همین الان میارم، فقط بگین کجاست؟ تو انباری روی تاقچه گذاشتمش، خودت برو پیداش میکنی. برو. باشه زودی میام. سلیمان خوش اومدی داداش. ببینم مشکلی پیش اومده؟ تو بهتر میدونی اوسان. این آقا داره به هم میگه از شما خریداری نمی کنی. چون کیفیت محصولاتتون بده، اعتبار رستوران میاد پایین، به همین خاطر خریداری نمی کنی. من سالهاست آقا سلیمانو میشناسم. به خودش و به کارش اعتماد کامل دارم. اما آقا اوسان، اگه میخواین این رستورانو با دوست و آشنایی پیش ببرین، باید بگم غرق میشین. اینم نظر من. شیطونه میگه یه جوری بزنمش بره با برف سال بعد بیاد. بزنش بابا اوزان، فکر کرده کیه؟ آقا سلیمان بیا، بیا برات یه چایی بریزم، اینم بدش به من. باشه مراد. کجا میری؟ دستمو ول کن نازلی. بسته دیگه، بهتره بریم امروز. ولم کن. باید بریم وگرنه یه کاری دست خودت میدی. نازلی، میگم اینجا کلی کار دارم، تو میگی پاشو بریم، کجا بریم؟ خب به نظر تو این وضعیت میشه کار کرد؟ خودت اینو به هم بگو، بگو. باید هرچه زودتر از اینجا بریم، وگرنه با این کمال دعوات میشه. من مطمئنم. خوبه، یه فکری دارم، فکری که حالتو بهتر کنه. بریم هواخوری، قدم بزنیم، برات بهتره، مطمئنم. ها اینجا نمون، حرفم نباشه، باید تو رو از اینجا ببرم، زود باش را بیافت. هر موقع این کار تموم شد به من خبر بده. باشه.